ستاره رحمانی فعال کارگری از لندن با ما همراه شدن. آقای رحمانی خیلی خوش اومدید. ماه هاست که بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور اعتراض میکنن، تجمع میکنن در شهرهای مختلف و فکر میکنید که چرا حکومت با توجه به ادامه این اعتراضات پاسخی نمیده به مطالبات اونها؟ بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. این مسئله که برای مخابرات کارکنان مخابرات اتفاق افتاده، مسئله هست که برای دیگر بازنشستگان هم اتفاق افتاده. از زمانی که دولت تصمیم گرفت که این شرکت خصوصی‌سازی بکنه، قرار بر این بود که تمام حقوق و مزایایی که کارکنان رسمی داشتن به کارکنان غیر رسمی و همینطور پیمانی هم داده بشه، بر طبق همون قرارداد سال 89. اینها اولا اینا را حذف کردن. دوم اینکه ببینید، باید نگاه کرد به این مسئله که حاکمیت میبینه که اینا اومدن تو خیابون، چندین سال دارن میان و اعتراض میکنن، اما به خاطر نداشتن یک تشکل، مشکلاتی که برای اینا پیش میاد، قادر نیستن به حق حقوقشون برسن. چرا؟ ببینید، در تمام کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگه اتحادیه‌های کارگری وجود داره. این اتحادیه کارگری نماینده کارگران اون بخش هستن. خب این اتفاقی که الان برای این بازنشستگان افتاده، اتفاق آینده اتفاق افتاده کارکنان مخابرات هست. یعنی همین الان خب کارکنان رسمی تمام مزایا و حقوق میگیرن، اگه بازنشستن بشن همونو میگیرن. کارکنان پیمانی و قراردادی که بعضی موقع حتی قراردادهاشون مشخص نیست، 30 روزه است، 90 روزه است، اینها اون مزایا را نمیتونن داشته باشن. و بنابراین اگر کارگری که امروز به عنوان پیمانکاری با مخابرات کار میکنه، فردا این بازنشسته بشه، همین بلایی که الان سر این بازنشستگان میاد، اون بلا سر اونها هم میاد. خب حاکمیت مانع شده که اینها تشکل خودش رو داشته باشن و برن مذاکره کنن، مسائلشون رو مطرح کنن. و از زاویه دیگه، وقتی 70% یک شرکت یا شاید تا 90% تا کنون این خصوصی سازی میشه و میدان رو به پیمانکار آنقدر باز میکنن که هر نوع قراردادی رو ببنده، خب مسلمه که هیچ حق حقوقی به بازنشسته و اون کارگرانی که با این پیمانکار هستن نمیرسه. و اینا به نظرم به همین دلیل نتونستن، به خاطر نداشتن تشکل، تا کنون حق حقوقشون رو بگیرن. حاکمیت هم که برنامه‌اش مشخصه، پروژه هاش مشخصه و در این رابطه معین اصلا ربطی به این مسئله به خودش نمیبینه، بلکه به گذاشته به عهده پیمانکار. پیمانکار هم در واقع اینم مسئولیتی نمیبینه، میگه که حاکمیته که قرارداد رو به نوعی نوشته که ما نمیتونیم حق حقوق شما رو بدیم. و عملا این میون نداشتن حق تشکر، نداشتن یک قانون معین که اینها بتونن از خودشون دفاع بکنن و مسائل اجتماعی که و سیاسی که حاکمیت برای خودش برنامه‌ریزی کرده در سطح منطقه، در سطح جهانی، و بودجه هایی که ریخته، این بودجه ها خب مشخص نظامی بود سال 1402 و عملا به همین دلیل سعی میکنه از مسائل مختلف برای منحرف کردن افکار عمومی هم استفاده کنه، مثل همین جنگ اسرائیل و فلسطین هم یکی از موضوعاتی که میان تو خیابون میرقصن، کباب میزنن، مجانی به مردم میدن، اما این رقص رقص شومیه، به خاطر اینکه این رقص شادی حاکمیت از فضای سیاسی که بر ایران حاکم بود را به جای دیگه پرتاب.